سلام، این برنامه قانون اعتقادات در NLP، نویسنده امین ایران پناه. قانون NLP به این معنیه هنگامی که به موردی اعتقاد کامل داشته باشین، حتی اگه اون اعتقاد اشتباه باشه، در هر صورت روی سیستم نیمه هوشیار ذهن تأثیر میذاره و به واقعیت تبدیل میشه. ذهن نیمه هوشیار به این معنیه زمانی که بر روی موضوع یا موردی تمرکز میکنین، تمام ذهنتون از اون موضوع پر میشه و به اطراف توجهی نداره. همونطور که گفتیم، اعتقاد به هر چیزی در واقعیت اتفاق میفته. بنابراین باید برای انجام کاری اول به اون باور داشت و بعد شروع به کار کرد. این قانون میگه شما همواره مطابق با اعتقاداتتون، به خصوص اعتقاداتی که در مورد خودتون دارین، عمل میکنین. اعتقادات شما مثل فیلتری عمل میکنه که اطلاعاتی رو که همخونی ندارند حذف میکنه. شما به اجبار اون چیزی که میبینید باور نمیکنید، بلکه همون چیزی رو میبینید که از قبل به اون اعتقاد دارین. شما اطلاعاتی رو که با اون چه تصمیم گرفتین در تناقض باشه رد میکنین، چه اون پیشداوری ها و باورهای درست بر مبنای واقعیت باشه، چه بر مبنای خیال و تخیل باشه. این مسئله در مورد پول هم صدق میکنه. باید این باور رو در خودتون پرورش بدین که مقدر شده شما از لحاظ مالی به ثروت برسین. اگه این اعتقاد رو در خودتون پرورش بدین، به دلیل اینکه تصمیم‌های شما بر اساس باوراتونه، تصمیم‌هایی که به شما کمک می‌کنه به ثروت برسید خواهید گرفت. بدترین نوع باور و اعتقاد اینه که شما تصور کنید توانایی انجام کاری رو ندارین یا اینکه دچار محدودیت هستین. وقتی اینطور حالتی رو تصور می‌کنین، در واقع خود شما دارید برای خودتون مانع درست می‌کنین و اون موقع به چیزایی که می‌خواین نمی‌رسین، چون مسیر رو پر از مانع کردین و اون رو از توانایی خودتون خارج کردین. هیچ کس از شما زرنگتر نیست، بلکه اون شخص استعدادهای طبیعی خودش رو زودتر شناخته و پرورش داده و بر اساس قانون علت و معلول از شما جلوتره. اما هر کار عاقلانه‌ای که فرد دیگه ای انجام داده، احتمالاً شما هم می‌تونین انجام بدین. قانون علت و معلول، قانون محکم در سرنوشت بشره. این قانون میگه ما در دنیای زندگی میکنیم که قانون بر اون حاکمه، نه شانس، و میگه هر اتفاقی دلیلی داره، چه دلیلشو بدونیم و چه ندونیم. هر معلولی، موفقیت باشه یا شکست و ثروت باشه یا فقر، علت یا علتهای به خصوصی داره. هر علت یا اتفاقی نوعی معلول یا پیامد داره، چه اونو ببینیم و چه نبینیم و چه خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد. قانون علت و معلول میگه تمام دستاوردها، ثروت، موفقیت، خوشبختی، رفاه معلول یا نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم علتها یا اعمال به خصوصی هستن. یعنی اینکه شما هر کاری رو انجام بدین نتیجه‌ای در بر داره. اون نتیجه میتونه مطلوب و خوب باشه یا بد و دوست نداشتنی. همه چیز به شما بستگی داره. قانون علت و معلول در مورد پول هم مثل موارد دیگه صدق میکنه. برای رسیدن به پول و موفقیت مالی شما باید یک سری فعالیت‌هایی رو انجام بدین. اگه اونا رو انجام بدین به ثروت میرسین و اگه انجام ندین از ثروت خبری نیست. کافیه بررسی کنین تا بفهمین افرادی که قبل از شما به پول رسیدن چه کارهایی کردن. اونا رو انجام بدین تا به ثروت برسین. مهمترین بیان این قانون اینه: افکار علتن و شرایط معلول. به عبارت دیگه فکر سازنده است. اینکه شما چطور فکر میکنین منبع اصلی نیروی شما برای زندگیه. دنیای خودتون رو با تفکر خودتون و بر اساس اون میسازین. فکر خودتون رو تغییر بدین و به سمتی که دوست دارین تغییر بدین. یادتون باشه هر چیزی که به اون اعتقاد داشته باشین اتفاق میفته. نحوه احساس یا عملکرد شما به اتفاقاتی که براتون میفته بستگی نداره، بلکه به نوع تفکر شما در مورد اتفاق وابسته است. دنیای بیرون روی شما چیزی رو تحمیل نمیکنه، بلکه دنیای درون شماست که اونها رو بر شما تحمیل میکنه. خودتون رو بررسی کنین، نحوه تفکرتون رو مورد بازنگری قرار بدین. با تغییر فکرتون میتونین زندگی خودتون رو تغییر بدین و به ثروت هم برسین. در دنیای ما به هر چیزی که اعتقاد داشته باشیم دست پیدا میکنیم. فقط کافیه با قانون علت و معلول به تمام خواسته هامون و اعتقاداتمون دست پیدا کنیم.